خب سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ سویل هستم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من این ویدیو رو بعد از ضبط ویدیوی اصلی دارم رکورد میکنم، چون که یادم اومد که من اینجا دیسپلی کپچر اضافه نکرده بودم و ویدیو نگرفته. خب همه خواستم بگم که اسپانسر این ویدیومون سایت و کانال تلگرامی ماینکرافت ویکیه. واقعا چیزای خیلی خوب میذارن، از شیر مرغ تا جون آدم میذارن اینجا میشه پیدا کرد. همه چیز رجب انچانتد گلدن اپل نمیدونم هر چی فکرشو بکنید. من مثلا ردستون بلد نباشم، کلی مطلب رجب اینا هست و همه چی توش آموزش شده. واقعا عالیه. تغییر اسکین ماینکرافت با ریسورس بک، اینا واقعا چیزای خفنی هم. پس بهتون پیشنهاد میکنم که حتما به سایت و کانال تلگرامشون سر بزنید، لینکاش توی دیسکریپشن هست. حالا بازم بریم سراغ ویدیوی خودمون. توی ورژن 1.18 همونطور که میدونید ارتفاع ها توی ورژن 1.17 اگه دقت کنید وایمون تا 0 بود دقیقا و پایین تر نمیشد رفت از 0. اما توی 1.18 منفی هم داریم، یعنی تا منفی 63 فکر میکنم میشه پایین رفت. اولین راه همینه که بیاید توی کیو ها بگردید و دایمند پیدا کنید. اینا اینجا هست مثلا یکی، ولی خب توی کیوا دایمند ها معمولا یه دونه ای پیدا میشه و هر چند دور برش بگیری کلا یکیه، ولی خب به نسبت زیاده. مثلا یه ذره بیشتر بگردیم باز مطمئنا یکی دیگه پیدا میشه. ایناش مثلا یکی اینجا، اینجا باز اینم یکیه، این سه تا اینجاست. این روش هم جالبه، ولی خب کمتر دایموند به دست میاد، اینجوری بهتر بگم. و یک مسئله هم که هست، احتمال این که دوربر این لاواپولای خیلی بزرگ این دوربراش تو این مثلا ده بلاکیش دایموند باشه خیلی زیاده و حتما اینجا رو بگردیم. مثلا اینجا الان حالا دورتره، ولی خب باز دایموند هست این دوربر. این روش خیلی بیشتر جواب میده نسبت به روش اولمون. من صبح که سر کلاس بودم یک ساعت نشستم توی یکی از مپای سوروایول قبلی خودم، ماین کردم توی 1.18 ورژنشو عوض کردم، کردم 1.18 و یک ساعت دقیقا ماین کردم و حالا یه مقداری از ویدیوشو براتون الان میذارم. Don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. همونطور که دیدین من با سیلتاش اول کندم دایموندها رو و بعد با فورچن 3 اونها رو ماین کردم و یک استک و 21 به هم دایموند در ساعت داد و این واقعا آمار خوبه. یعنی حتی اگه با مثلا 3 یا 4 تا از دوستاتون هم بازی کنید به اندازه کامل آرموراشون میشه و خیلی خوبه این روش. پس بیاید با هم دیگه بریم و انجامش بدیم. اولین کاری که باید بکنید اینه که بیاید به ارتفاع منفی 58. این ارتفاع بهترین ارتفاعه، چون یه بلاک بالاتر از بدراک خیلی کم اسپان میشه دایموند. برای همین بهتره که این الان بدراکمون اگه حساب کنیم این یه بلاک بالاترش اینجا کم پیدا میشه، یه بلاک هم بالاترش که اگه بود بتونیم ببینیم. خب حالا اینجا به چه صورت ماین کنیم؟ خب این هم از این. حالا شما همون استریپ ماینینگ رو انجام میدین، اما وقتی که شروع کردی دارم بذاریم من سرویبل هم بکنم، از هر طرف فکر میکنم 5 تا بلاک، بله 5 تا بلاک میتونیم بکنیم دستتون، یعنی تا اونجا میرسیم. شما شروع میکنید بکندن همجوری و خیلی احتمالش اینجوری بیشتر میشه.
همینجوری دارید ماهی میکنید. یک دو سومین بلاک رو دوباره اینجوری میکنید. دوباره میرید جلو. سومین بلاک. اینجوری خیلی احتمال پیدا کردن دایمن زیاد میشه، به خاطر اینکه دارید در همون رایی که میرید بغلاتون هم چک میکنید. و این دوتا بلاک هم، این بلاک رو که از این سمت میتونیم ببینیم، این بلاک هم از این سمت میتونیم ببینیم و کاملا اوکی دیگه، همه چی هر جا دایمن باشه میتونیم ببینیم. خب پس یه بلاک، دو بلاک، سه بلاک. سومین بلاک رو چیکار میکنیم؟ از این ور 5 تا میکنیم و از اون ور هم 5 تا. دو سه. راستی من یه نکته رو یادم رفت، زیر لاوا، این لاوا فکر میکنم ارتفاعش یه بلاک باشه. آره این آقی یه بلاکه، کلا ارتفاعش اینجا باز زیاد میشه، اینجا دو بلاکه، ولی معمولا این لاواهای بزرگ یه بلاکی هم. یه کاری که میتونید بکنید اینه که یه دونه کامپوستر بردارید، فکر میکنم اسمشو اگه درست گفته باشم سرش کنیم. آره کامپوستر ما میداریم، یه دونه هم پیستون، یه دونه لبر یا لدستون تورچ هم نیاز داریم که حالا ما اینجا بر نمیداریم. من مثلا دو بلاک از اینجا میکنم چون میدونم که ارتفاع این حد اکثر دو یا سه بلاک، حالا سه بلاک میکنم. اینجا یه دونه کامپوستر میذارم، میرم توی این کامپوستر بالای سرمو، یعنی من تا اینجا قدم یه دونه بالاتر رو، یه دونه پیستون میذارم و بغلش یه لبر میذارم. حالا اگه بزنیم ما چی؟ نگو که این برداشته شده. خب بچه ما توی یک هفته به غیر از اون مسئله ارتفاع 11 که توش دایمن پیدا میشد چند تا روش دیگه هم داشتیم. مثلا این که توی بایوم سوامپ توی ارتفاع 11 میتونستیم دایمن پیدا کنیم، یه سری روش دیگه هم داشتیم. مثلا توی بایوم سوامپ یا همون باتلاق یا مرداب اگه یه همچین شکلایی میدیدیم که نگاه کنید قشنگ تقارن داره و حالت یه شکل هندسیه کاملا، اگه از اینا پیدا میکردیم زیرش دایمن بود. حالا نه این وسط، باید جهت رو مشخص میکردیم و نورست شیش، یعنی دو تا روش بود، یکی این که وسطی رو نگه داریم، بازه من با یه بلاکی دیگه مشخص کنم، یک دو سه چار پنج شیش، این بلاک رو میگفتن اگه بری پایین دایمند پیدا میشه، ولی توی یکی جده دیگه اصلا از این خبرها نیست. در اون ببینیم من هر چقدر برم پایین
دائمان دی پیدا نمیشه. تا بدراک رسیدیم هیچ دایمندی نبود. یا مثلا بعضی هم گفتن نمیدونم بلاک سوم رو از طرف جنوب بکنید میرسید به دایمند. این بلاک منظور این بلاک آخری ها اینا ها رو بکنید میرسید به دایمند، که هیچ کدوم از اینا توی 1.18 جواب نمیده، ولی توی 1.17 قطعا جواب میده. پس این روش رو توی 1.18 امتحان نکنین که واقعا وقتتون رو هدر دادین دیگه، اصلا به درد نمیخورین این روشو. و یه نکته دیگه که یادم رفت بهتون بگم این بود که توی ورژن 1.18 از طریق استریپ ماینینگ یا توی قارها که میگردید دایمند پیدا میکنید. مثلا نگاه کنید من از اینجا دوتا دایمند میبینم، این دوتا رو میکنم یکی هم پشتشه میشه سه تا. خب اینجا دیگه هیچ دایمندی نیست. دوربرش رو حتما همیشه بکنید چون ممکنه بازم دایمند باشه. این هاشن یکی اینجا بود. اینها میدونید به چه صورت هم مثلا رموز من یه دونه بلاک دایمند بردارم. اگه شما اینجا دوتا دایمند میبینید حتما لزوم نداره که بهش چسبیده باشه. توی 1.17 اینجوری بود. توی 1.18 چالک شدم. از این بغلم میتونه وصلی باشه، یعنی اینا هم دایمند حساب میشن. شما ممکنه اینجا مثلا بلاک باشه، و یه نکته دیگه که یادم رفت بهتون بگم این بود که توی ورژن 1.18 اگه از طریق استریپ ماینینگ یا همجوری گشتن تو قارات دایمند پیدا کردید حتما دوربرش رو بگردید. مثل انشن دبری که توی ندر دوربرش رو میگردیم، اینجا ممکنه اسپان شده باشه. مثلا من این دوتا رو میزنم، اینجا هم یکیه و دوربرش رو میکنم، اینا یکی هم باز اینجا بود. توی 1.17 الان یه مسئله که توی 1.18 اضافه شده. توی 1.17 اگه قرار بود بازم دایمند باشه بهش چسبیده بود، یعنی حتما از یک طرف بلاک بهش چسبیده بود. اما توی 1.18 این فرق کرده، مثلا میتونه اینجوری بهش چسبیده باشه. بذارید نشونتون بدم. اینجا بالاخره در یک بلاکیشه و امکان داره اینجوری هم بازم دایمند پیدا کنید، یا مثلا اینجا. حتما لزومی نداره که چسبیده باشه به این، پس حتما دور و برش همیشه بگردید چون شاید بازم دایمند پیدا کنید. خب بچه ها ممنونم که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم به دردتون خورده باشه و یه چیزی یاد گرفته باشید. یه مسئله که یاد اومد بهتون بگم این که توی ویدیو قبلیمون یعنی اسکای بلاک پارت سوم یه نکته ریزی بود که بعضی‌ها فهمیدن و تو کامنت ها گفتن، منم بهشون گفتم که توی اپیزود بعدی براتون توضیح میدم که اونو از قصد گذاشته بودم. حالا هر کی دیده خودش میدونه دیگه. توی اپیزود بعدی یعنی اپیزود چهارم اسکای بلاکمون توضیح میدم و حتما اون اپیزودو ببینید چون خیلی مهمه.
ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و تا ویدیوی بعدی خدافظ.